بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که قاعده نورانی آغاز می شود و همچنان قاعده نورانی یک قاعده است که برای قرآن کریم تهداب می باشد، بخاطر اینکه با کدام حروف و کلمات که قرآن کریم ترکیب شده آن حروف و کلمات را قاعده نورانی مختصر جمع نموده و برای ما آموزش می دهد و قواعد و احکامات تجویدی که بسیار مهم می باشد آن را هم مختصر جمع نموده. اگر ما قاعده نورانی را به شکل درست و اساس بیاموزیم، ان شاء الله که قرآن کریم آموختن قرآن کریم برای ما بسیار آسان می شود، بسیار به سهولت و آسانی می توانیم که قرآن کریم را بیاموزیم، چون آن قواعدی که و آن حروف و کلماتی که در قرآن کریم استعمال شده و بسیار مهم می باشه آن را قاعده نورانی برای ما مختصر آموزش می دهد. پس از حروف مفردات آغاز می کنیم. مفردات جمع مفرد است و حروفی که تنها تنها و جدا جدا نوشته شده آن را مفرد می گوید یا مفردات می گوید، و این را حروف هجا هم می گوید. از الف تا حرف یا 29 حروف است، این را حروف هجا می گوید، درست است؟ یا حروف قرآنی می گوید که 29 حروف می باشه، یعنی حروف عربی 29 حروف می باشه و قرآن کریم از این 29 حروف ترکیب شده. و همچنان فراموش نکنید که این 29 حروف به 4 دسته تقسیم می شود، این را انشاءالله در ذهن داشته باشد. اول در این 29 حروف 15 حروف است وقتی که آن را تلفظ می کنیم در مفردات یا در مرکبات، به اندازه سی الف کش می شود که آن عبارت است جیم دال ذال سین شین صاد باد عین غین قاف کاف لام میم نون واو. این 15 حروف حروفی هستند که به اندازه سی الف در اینها مد می شود، کش می شود. البته که نشانه یا علامه مد هم در این حروف موجود می باشه، شما ببینین مشاهده کنید. و قسم دوم در این 29 حروف حروفی هستند که به اندازه یک الف بالا کش می شود و زیادتر کش نمی شود، که عبارت از آنها تقریبا 12 حروف است که عبارت از با تا ثا ح خ را ز ط ظ ف ه و همچنان یا. این 12 حروف هستند که به اندازه یک الف بالا کش می شود، و همزه حرف همزه و همچنان حرف الف، اینها کدام قاعده خاص ندارد. و قسم سوم در این 29 حروف حروفی هستند که مفخم تلفظ می شود، پر تلفظ می شود، که عبارت از خا را صاد باد فا ظا غین قاف، تقریبا 8 حروف است در اینجا که این حروف مفخم تلفظ می شود. البته که در این 8 حروف حرف را در بعضی اوقات باریک هم تلفظ می شود، ان شاء الله که باز در درس های آینده بیان می شود. اما غیر از حرف را، حرف خا صاد باد فا ظا غین قاف، اینها 7 حروف هستند که همیشه مفخم تلفظ می شود، در هیچ حالت باریک تلفظ نمی شود، که برنگ سبز نشانی هم شده. و قسم چهارم در این حروف آن حروفی هستند که باریک تلفظ می شود، و آنها 22 حروف هستند که برنگ سیاه نشانی شده، مثلا الف با تا ثا جیم ح دال ذال ز سین شین عین ف کاف لام میم نون واو ها همزه یا. این 22 حروف است که اینها باریک تلفظ می شود،
البته که همراه حرف را 22 حروف است. اگر حرف را را مستثنا کنیم آن را بکشیم باز 21 حروف میشه، چون حرف را را هم حساب کردم بخاطر این که حرف را همیشه مفخم تلفظ نمی شود، بلکه حرف باریک است، در بعضی اوقات مفخم تلفظ می شود. پس این بود درس امروزی که حروف مفردات را به 4 دسته تقسیم کردیم. آن حروفی که به اندازه 3 الف کش می شود 15 حروف است. آن حروفی که کش نمی شود آنها 11 حروف است. و 2 حروف همزه و الف کدام قاعده خاص ندارد. و 7 حروف مفخم تلفظ می شود، البته که همراه حرف را 8 حروف. و همچنان 22 حروف همراه حرف را باریک تلفظ می شود. در این حرف را یک مشکلی نیست که حرف را همیشه مفخم تلفظ نمی شود، بلکه در بعضی اوقات حرف را مفخم تلفظ می شود. از این خاطر حرف را در اصل حرف را باریک است، اما در بعضی اوقات مفخم تلفظ می شود. پس این را در ذهن داشته باشید، ان شاء الله که در درس آینده هر حرف طریقه تلفظ آن، مخرج آن به تفصیل بیان می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.